در دنیای امروز مردم زیادی هستند که از افسردگی رنج میبرند. وزیر بهداشت ایران در مراسم روز جهانی بهداشت از میزان شیوع افسردگی در بین ایرانیان سخن گفت و اعلام کردند که در دنیای امروز بیش از 350 میلیون نفر مبتلا به افسردگی هستند. و میخوام به شما عزیزان بگم که در مورد موضوع افسردگی من هم روزی بسیار افسرده بودم و از این مسئله رنج می بردم و قسمتی از زندگی من شده بود. پس وقتی که صحبت از افسردگی میشه میتونم با تمام وجودم بچشم که گاهی چقدر این موضوع دردناک میشه اما وقتی که من به عیسی مسیح ایمان آوردم شادی و امید حقیقی رو در من رو عوض کرد و او امروز قادره که زندگی شما رو هم عوض کنه مزمور 88 مزموریه که معنا و مفهوم افسردگی رو برای ما روشن میکنه وقتی که ما افسرده هستیم متمرکز بر مرگ و مردن میشیم کاملا احساس تنهایی میکنیم در زمانهای افسردگیمون قادر نیستیم و نمیخوایم که با افراد اطرافمون معاشرت کنیم تمام دیدمون رو نسبت به برکات زندگی از دست میدیم چشمانی که از فرط اندوه تار میشه نسبت به تمام برکاتی که در زندگی ما هم هست نابینا میشه اما بهترین راهکار از نظر کتاب مقدس بر طبق این مزمور برای زمانهای افسردگی چی هستش؟ نکته اول که میخوایم با همدیگه نگاه کنیم عزیزان این هستش که ما باید برای پاسخ سوالاتمون حضور خداوند رو بطلبیم. مزمور نویس در همین مزمور 88 در آیات 1، 9 و 13 اینطور نزد خداوند دعا میکنه. ای یهوه خدای نجات من روز و شب نزد تو فریاد برمیآورم خداوند را هر روز تو را میخوانم و دستان خود را به سوی تو دراز می کنم نزد تو ای خداوند فریاد کمک برمیآورم بامدادان دعای خود را به پیشگاهت تقدیم می کنم آمین افسردگی میتونه به خاطر دلایل زیادی برای ما پیش بیاد میتونه به خاطر عدم تعادل هورمونی در بدن باشه یا به خاطر وضعیت و شرایط سخت در زندگی باشه که باعث میشه شخص اون امید خودش رو از دست بده. برای بعضی میتونه خشم خاموشی باشه که درون خودشون اون خشم رو به این شکل مشتعل میکنن و برای بعضی دیگه هم یک تاریکی هست که مربوط به مسائل روحانی میشه. مزمور نویس در این مزمور به خداوند نگاه میکنه تا جواب خودش رو دریافت بکنه اگرچه که تا پایان این مزمور جوابی رو نمی بینیم چون عزیزان نگاه کردن به خداوند صرفا به معنای دریافت پاسخ از خداوند نیست بلکه او ما رو تشویق میکنه تا در حضور او بیستیم تا در این حضور عالی راهی پیدا کنیم برای غلبه کردن به افسردگی خودمون نکته دومی که میخوایم با هم نگاه کنیم که دیدگاه کتاب مقدس برای مقابله با افسردگی چیه؟ نکته دوم این هستش که ما باید در رودر روی با مرگ امید زنده رو پیدا کنیم. در ادامه آیات همین مزمور آیات 10 تا 12 مزمور نویس اینطور میگه آیا شگفتی های خود را به مردگان می نمایی؟ آیا رفتگان برمیخیزند تا تو را بستایند؟ آیا از محبتت در گور سخن خواهد رفت یا از وفاداریت در دیار هلاکت آیا شگفتی در تاریکی شناخته می شود و کارهای عادلانه در دیار فراموشی مزمور نویس هیچ تصویری از امید در فردای مرگ نداره ما امروز یک مزیت خیلی عالی نسبت به مزمور نویس داریم و اون اینه که امروز ما عیسی مسیح رو داریم که به وضوح به ما نشان داد که بعد از مرگ زندگی و امیدی وجود داره در کلام خدا در اول پتروس باب یک آیه سه کلام خدا اینطور میگه متبارک بود خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که از رحمت عظیم خود ما را به واسطه رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولدی تازه بخشید برای امیدی زنده آمین امید زنده ما امروز مرتبط هست با واقعیت قیام عیسی مسیح از مردگان مهم نیستش که شرایط در زندگی ما چقدر بد هستند ما میتونیم این اطمینان رو داشته باشیم که زندگی ما روزی بهتر خواهد بود و همیشه در اون شرایط تلخ و ناامید کننده نخواهیم موند. نکته سومی که میخوایم با همدیگه نگاه کنیم این هستش که عزیزان ما باید صدای بخشش خداوند رو در رویارویی با شکست ها تشخیص بدیم. باید این رو بدونیم که افسردگی یک گناه نیست. اما افسردگی میتونه در اثر نتیجه گناه در زندگی ما باشه اما کلام خدا در اول یوحنا باب یک آیه نه ما رو تشویق میکنه که اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او که امین و عادل است گناهان ما را میامرزد و از هر نادرستی پاکمان میسازد پس اگر گناهی مرتکب میشیم و اون محکومیت و حس تقصیر رو در ما ایجاد میکنه که نتیجه اون میشه افسردگی میتونیم اون رو به حضور خداوند اعتراف کنیم و با شخص امینی که اطراف ما هست اون شخص رو داشته باشیم و بتونیم باهاش حرف بزنیم یک مثالی اگر بخوام در این زمینه بزنم دختر نوجوان مسیحی رو میشناختم که ایشون پر از شادی و انرژی بود اما بعد از مدتی کم کم تبدیل شده بود به دختر غمگین و افسرده که حتی لبخندی بر لبانه او نمی اومد. تا اینکه روزی ازش پرسیدم مشکل چیه؟ و با گریه برام تعریف کردش که مدتی هست که درگیر تماشای فیلم های شده و این احساس گناه در او باعث شده بود تا شدیدن احساس تقصیر، غم و افسردگی کنه و نمیتونست حتی این مشکلش رو با هیچ کسی در میون بگذاره تا اینکه اون روز جرأت پیدا کرد تا بیاد پیش من اعتراف کنه و از اون غم که او رو به نوعی اسیر خودش کرده بود آزاد کنه و تم بخشش خداوند رو بچشه و بتونه با مسیح شروع تازه ای رو داشته باشه نکته چهارمی که میخوایم با همدیگه نگاه کنیم این که در رویارویی با تنهاییامون ما باید یک جمع مورد اطمینان پیدا کنیم وقتی که افسرده هستیم ضربه ما به خودمون این هست که ارتباط با اطرافمون رو قطع کنیم که در آیه 8 و 18 همین مزمور 88 به وضوح میبینیم که داوود اعلام میکنه که دوستانم را از من دور کرده ای و تنها همدمم هم تاریکی است اما میخوام به شما بگم که اتفاقا این بیشترین زمانیه که ما به حضور دیگران اطرافمون نیاز داریم در رساله رومیان باب دوازده آیه 15 کلام خدا اینطور تشویق میشیم که با کسانی که شادمانند شادی کنید و با کسانی که گریانند بگرید خوبه که یک گروه پشتیبان حقیقی داشته باشیم یک گروه پشتیبان حقیقی حتی زمانی که ما به بقیه به ناخواسته ضربه میزنیم اونها در کنار ما میستند خداوند کلیسا خودش رو به عنوان یک جامعه متحد و واحد ساخته یک جامعه ای که وقتی هر یک از ما در شرایط و مشکلات سخت قرار می گیریم حاضر باشیم که به همدیگه کمک کنیم. نکته پنجم که میخوایم با هم نگاه کنیم این که ما باید یک دید ابدی داشته باشیم. آیات کلام خدا به ما کمک میکنند که چشمانمون رو به بالا بدوزیم. به فراتر از آنچه که چشمان ما بر زمین میبینند. حتما شما همین رو تجربه کردید وقتی که سوار هواپیما میشیم هرچی که هواپیما بیشتر اوج میگیره و بالا میره حتی بزرگترین اجسام و ساختمون ها از اون ارتفاع بسیار ریز و کوچک دیده میشن خداوند ما رو تشویق میکنه عزیزان تا چشمانمون رو به بالا بدوزیم در خداوند اوج بگیریم و اینطور هستش که غم و مشکلات گذرای امروز میتونن تبدیل به نقاط کوچک در چشمان ما بشن. در رساله یعقوب باب یک آیات دو تا چار کلام خدا ما رو اینطور تشویق میکنه. ای برادران من هرگاه با آزمایش های گوناگون روبرو میشوید آن را کمال خوشی بینگارید. زیرا میدانید گذشتن شما از بوته آزمایش پایداری به بار می آورد. و اما بگذارید پایداری کار خود را به کمال برساند تا بالغ و کامل شوید و چیزی کم نداشته باشید. درک این نکته که چطور مشکلات و سختی های ما در زندگی به رشدمون میتونن کمک بکنن باعث میشه که با امید و حتی شادی جدیدی پیش بریم. پس امروز با هم متوجه شدیم که در وقت مواجهه با سختی زندگی که ما رو دچار غم و افسردگی میکنه ما باید با هم پنج تا کار انجام بدیم. اول اینکه در حضور خدا بیستیم، دومی که در رویارویی با مرگ امید زنده رو پیدا کنیم، سومی که صدای بخشش خداوند رو در شکست و تلخی ها بچشیم، چهارمی که یک جمع مورد اطمینان پیدا کنیم و پنجمی که دیدمون رو از زمین برداریم و یک دیده ابدی داشته باشیم.